بله، دوباره برگشتیم. ادامه برنامه صبح جهان است. در بخش جوانان قرار داریم و در این بخش پرویز غنیزاده را با خود داریم که میخواین روی هدف و روی موارد که در هدف تاثیرگذار است صحبت داشته باشند. خیلی خوش آمدین پرویز عزیز، صبح شما بخیر. سلامت بخیر باشین. تشکر از اینکه مرا به برنامه زیبایتان دعوت کردین و همچنان یک سلام خاص برای بیننده های تلویزیون شما داریم. امید است که یک رمضان خوب خوش را آغاز کرده باشم. علیکم السلام. چی خوب میشه بر ما در مورد ازی صحبت کنین که هدف داشتن در زندگی چقدر تأثیر گذار است؟ به نام خداوند. قسمی که همه ما میدانیم هدف در اصل کس یک راهی است که ما را میتونه به اون مسیر مشخص هدایت کنه و به او برسیم. و چی خوب است که زمانی که یک دانشجو میخواه که یک رشته را البته فرا بگیره یعنی بخونه، باید یک هدف بر خود تعیین کنه. البته در قسمت هدف گذاری باید دانشجوی را در نظر بگیره که یکی هدف طولانی مدت است و دیگر هدف کوتاه مدت است. زمانی که به طور مثال یک شخص میخواد ژورنالیسم بخونه و در این قسمت باید یکی هدف کوتاه مدت تعیین کنه و بلند مدت. هدف بلند مدت میشه که مثلا رشته ژورنالیسم به بخش های متعدد تقسیم شده و امی رشته ژورنالیسم مثلا یک شخص میخواد که در آینده یک گزارشگر شود و باید این گزارشگر را به بخش های کوچک تقسیم کند. به طور مثال ویژگی های گزارشگر باید باشد، یکیش ایست که باید از فن و بیان باید برخوردار باشد که این میشه یک قسمتی از گزارشگری باشد. خب، و داشتن هدف در زندگی شما چقدر تاثیرگذار بوده و همچنان در بخش تحصیلی شما چقدر تاثیرگذار بوده؟ خب زمانی که ما رو آوردم به رشته ژورنالیسم، البته بعضی موارد بود ما باید تو را مد نظر می گرفتم که از او موارد می توان گفت که ما هدف بلند مدت ما تعیین کردم. البته در باید 4 سال تحصیلی را باید تعیین کنم، البته پشت کار داشته باشم که به هدف تحصیلی 4 سالم برسم و باید هدف ما بعد از این به هدف بلند مدت ما به شکل کوتاه مدت تعیین کردم که باز خوشبختانه بگویم که با بعض موارد که هدفم بود به او رسیدیم که کوشش به این میکنم که بیشتر برسم. البته کارهای عملی بیشتر میکنم در قسمت ژورنالیسم، البته در استودیوی پنتون ما هستم کارهای عملی بیشتر انجام میتم تا بتانم در آینده یک گزارشگر عالی و موفق شوم و بتانم بر جامعه خود مفید واقع شوم. بله دقیقا، زمانی که ما میخواهیم که به بعضی از خواسته های خود برسیم و یا هم به مو اهداف خود برسیم باید یک سلسله نکات را در نظر بگیریم و برای رسیدن به اهداف خود باید تلاش کنیم و قسم که مهمان قبلی ما هم صحبت کردن از بهانه گیری، از بهانه جویی های بی مورد جلوگیری کنیم تا ما بتانیم که به همو مسیر که میخواهیم و یا به همو موفقیت که میخواهیم برسیم. و چی خوب میشه که شما بر ما بگویید چگونه باید هدف گذاری نماییم؟ در قسمت هدف گذاری باید گفت که اولتر از همه هدف که ما میخواهیم هدف گذاری کنیم، از همه مهمتر چیزی که از باید هدف ما واقع بینانه باشد. یعنی هدف ما به شکل خیال پردازی نباشد، یعنی یک هدف نداشته باشیم که او محال باشه و انجام بله. کاملا از عهده ما بالا باشه. به طور مثال گفته میتونم یک شخص گفته نمیتونه که ما در 4 سال یا در 2 سال ما رئیس جمهور بشیم، یک خیال پردازی میشه. رئیس جمهور شدن طی مراحل باید طی مراحل ما سپری کنیم و به او برسیم. و در قسمت دیگر هدف گذاری باید هدف ما پنهان نباشد، یعنی هدف ما را میتونیم نوشته کنیم برای یک ورق، برای یک چیز واضح آشکار باشد تا ما بتونیم به اون هدفی که میخواهیم به اون نایل شویم. بله کاملا دقیق. چند قبل ما یک کتاب مطالعه کرده بودم برای اینکه چگونه ما به هدف خود برسیم. یکی از راه های ازی که به هدف خود برسیم قسم که پرویز جان یادآور شدن نوشتن هدف است. زمانی که ما هدف ما را نوشته میکنیم امی سلول های مغز ما را هدایت میکنه برای رسیدن به همون هدف ما. مثلا وقتی که ما هدف نوشته میکنیم در مسیر که روان هستیم بعضی از موضوعات میبینیم که او کمک میکنه که ما به هدف خود برسیم و همیشه در صدد ازی میباشیم که نکات را پیدا کنیم تا ما به هدف خود برسیم و هرگز او هدف را فراموش نمیکنیم. شاید نوشتن اهداف ما به نظر بعضی ها خیلی کار جالب بیایه و یا بگوین که هیچ تاثیر نداره، نوشته میکنی در ورق اونجا گوشه میمونی، ولی خیلی تاثیرگذار است و تحقیقات نشان داده است. البته بعضی از
کسایی که تحقیق کرده در این قسمت میگه زمانی که انسان یک چیز در ذهن خود میپرورانه یعنی نوشته میکنه و یعنی هر بار که با او سر دچار میشه یعنی او را میبینه میتونه همو قسمی که شما گفتین سلول های مغز یعنی همو به همو چیز تبدیل میشه انسان و بسیار کمک میکنه بر شخصی که هدف در زندگی میخواد داشته باشه چی در دوران تحصیل باشه و در دیگر موارد و میتونه کمکش کنه که هدف خود به شکل واضح نوشته کنه روی یک تخته و یا یک ورق نوشته کنه البته در جای نصبش کنه که همیشه با او روبرو شه تماس باشه و همیشه او رو بخونه نه ای که ما یک هدف در ورق نوشته کنیم و او رو در الماری خود نگهداری کنیم و اصلا به سالها نریم طرف از آن ورق و اصلا به ماها طرف از ورق نریم نبینیم که همین هدف ما چی بود بر از او هی تلاش نکنیم همین نوشتن هدف بر ما قسم کمک میکنه که سلول های مغز بر ما هدایت میکنه که این مسیر برای رسیدن به هدف تو کمک میکنه و یا این مسیر انتخاب کو تا تو بتانی که به هدف خود برسی بله قسمی که شما هم گفتین البته کسی که کوشش نکنه نمیتونه به هدف برسه بعضی کسایی هست که هدف در زندگی خود تعیین میکنه اما هدف میشه برش یک خیال باشه بله. عنصر اصلی در هدف گذاری میست که باید به او تلاش کنیم مشکلاتی بله. که صدر راه ما قرار میگیره باید با او مقابله کنیم تا زمانی که ما با مشکلات سردچار که میشیم روبرو نکنیم ما موفقیت دست پیدا کنه نمیتونیم و یگانه راه دست یافتن به هدف میست که ما باید با مشکلات مبارزه کنیم در زندگی ما داریم مشکلات بشماری هست البته در دوره تحصیلی خب بیشتر استه باسته بالا میریم مشکلات سردچار میشیم باید توان قدرتی را داشته باشیم که با مشکلات مقابله کنیم بله برای به دست آوردن اهداف ما همیشه باید تلاش کنیم تلاش یگانه راهی است که ما را میتونه به اهداف خود به اهداف ما برسانه چون ما هیچ چیز را با آسانی به دست نمیاریم اگر ما میخواهیم که یک غذا را نوش جان کنیم و یک غذا را بخوریم باید همو سلسله ای که با وجود سلسله ای که است او را باید مراعات کنیم مثلا برای خوردن غذا همو غذا را باید آماده بسازیم و تلاش زیرا کنیم که به همو چیزی که میخواهیم برسیم قسمی که شما گفتین تلاش در هدف خیلی رول اساسی را داره چی خوب میشه بر ما شما بگوین که فرق بین هدف و آرزو چی است خب قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم متاسفانه بعض جوان ها هست که در جامعه ما تفاوت میان می هدف و آرزو را نمیفهمند البته بعضی ها را میشناسم خودم هم زمانی که به یک رشته تحصیلی رو میارن البته نمیفهمند که می هدف چی است و آرزو چی است و زمانی که وارد رشته میشن یعنی تلاش نمیکنن به اون رشته که به اون رشته یعنی چی میاره باید ما داشته باشم که به اون رشته برسم یعنی انجام کار یک موفقیت عالی داشته باشم متاسفانه تا یک چند سمستر پیش میرن و بعد از اون متوقف میکنن و دلیل از این را گفتم میتونیم که اینا تفاوت میان هدف و آرزو را نمیفهمن تفاوت میان هدف و آرزو را گفتم میتونیم که هدف یک چیزی است که ما برای بدستان آوردن از اون تلاش میکنیم سعی و تلاش میکنیم و او یک چیز شخصی میباشد یک فرد در نظر بگیریم که در آینده میخواهد دکتر شود و ای اگر در خانه قرار کرده است راحت کنه این نمیتونه دکتر شد باید سعی تلاش کنه به او برسه باید همون مسیر تای کنه تا به هدف خود برسه بله باید تای کنه اون مسیر که میارایش پوره کنه و در اخیر یک دکتر موفق شود و هدف گفتیم که یک هدف شخصی میباشه مثلا من میخوایم در آینده یک دکتر شم این البته بر میگرده بر ما بر تمام جامعه بر نمیگرده که کل یعنی دکتر شود و آرزو را گفته میتونیم آرزو قسمی از یک خیال واره گفته میتونیم مثلا فعلا از این تمام مردم ما شما که است در فکر عزیز کن میگه آرزو چی است میگه صلح در افغانستان بیه من برای آوردن صلح مثلا ما و شما تلاش نمیکنیم یک خیال گفته میشه یک آرزوی گفته میشه به شکل عموم است یعنی آوردن صلح در افغانستان و بله پس گفتم در... میتونیم که برای ازی که هدف تعریف کنیم هدف یگانه عنصری است که ما به خاطر ازو تلاش میکنیم بله. ولی آرزو چیزی است که ما اگر تلاش کنیم و یا نکنیم او اصلا یعنی ربط نداره یعنی از یک جای دیگه به ما میرسه و بله. اگر بخوایم یا نخواهیم او بر ما میرسه و یا هم منتظر از او میباشیم تا که یک کس دیگه او را بر ما فراهم کنه یک چیز خیالی گفته میشه متاسفانه گفتم بعضی ها نمیفهمند تفاوت میان آرزو و هدف آرزو کس به شکل عمومی میباشه یعنی
منافع تمام جامعه می باشد. یک شخص مثلا در می خواهد که در آینده صلح در افغانستان میشه کمی آرزوی خودتان باشه، از من باشه، از چند تا جوان دیگر هم باشه، اما هدف کس مشخص است، یک مسیر مشخص است. مثلا تو می خواهد در آینده انجینر شوی، من می خواهم دکتر شوم، یک فرد دیگر ژورنالیست می خوانه، می خواهد یک گزارشگر شوم. گفتم میتونیم که هدف یک چیز مشخص است، اما گزارش کس یک چیز فراگیر است که درسته. تمام جامعه ممنون از شما، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. تشکر از شما هم بیننده های عزیز که تا این دم ما را همراهی کردین. یک رفت و برگشت داریم، زود برمیگردیم.